و به شهادت رسیدند. اما در شبانگاه 30 دی ماه 1357، ساعتی قبل از آزادی مسعود، اشرف و موسی و مجاهدان همراهشان و نیز آخرین گروه از زندانیان چریکهای فدایی، مردم تهران و جمعیت‌های دیگری که از شهرستان‌های مختلف آمده بودند، پیرامون زندان قصر تجمع کرده و آزادی فوری و بلادرنگ زندانیان را خواستار شدند. همزمان خانواده‌های مجاهدین و چریک‌های فدایی و گروه‌های دیگری از مردم از یک هفته پیش در خاک دادگستری در مرکز تهران به طور شبانه روزی تحصن نموده و آزادی آخرین گروه زندانیان را طلب می‌کردند. از سوی دیگر طبق ضوابط حکومت نظامی از ساعت 9 شب به بعد تردد ممنوع اعلام شده بود. به هر جنبنده ای شلیک می‌شد. از این رو بلندگوها به مردمی که در اطراف زندان قصر جمع شده بودند پیاپی اخطار می‌دادند و با شلیک تیرهای هوایی از مردم خواسته میشد که متفرق شدند. اما تهدیدها اثر نکرد و مردم و جوانان خشمگین با مشتهای گره کرده از قصد خود برای درهم کوبیدن در و دیوار زندان و آزاد کردن زندانیان سخن گفتند و سرانجام زندانبانان و تصمیم گیرندگان آن روزی رژیم را وادار به عقب نشینی نمودند. بنابر گزارشات شهود عینی، تقریبا 2 ساعت قبل از خاتمه مهلت حکومت نظامی، تیمساران و رؤسای زندان شاه به درب بندی که مسعود رجوی در آن زندانی بود آمدند و او را شتابان با خود بردند که نگرانی زیادی در بین همبندانش برانگیخت. متعاقبا معلوم شد که ماموران مسعود را به پشتبان زندان قصر می بردند.